السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای جمله مسلمانان مسافر و برادران عزیز. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بخوانید و برای مسلمانان بگویید از مدینه منوره شیخ احمد نوری روان کرده است. گفت روز جمعه در مسجد مدینه منوره تلاوت قرآن میکردم که برایم خواب آمد. در خواب دیدم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمد، برایم فرمود تو این وصیت نامه را چاپ و برای تمام مسلمانان دنیا برسان که در این هفته 60,000 مسلمان فوت کرده است و تمامشان بی ایمان رفتند. بسیار وقت خراب آمده است، زنان بی پرده شدند، خدمت شوهر خود را نمی کنند، پولداران حج نمی آیند و به غریبان کمک نمی کنند. ای شیخ نوری، تو برای دنیا بگو که قیامت نزدیک است، ستاره می بر آید، دروازه توبه بند می شود و آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز فرموده که این وصیت نامه را چاپ کرده برای مسلمانان داده، من در روز محشر شفاعت خودش و خانواده اش را می کنم و کسی که این کار را نکرده از رحمت خداوند محروم می ماند و کسی که این وصیت نامه را چاپ و تقسیم کرده اگر قرضدار باشد از قرضش خلاص می شود و اگر در دل خود مراد داشته باشد به مراد خود می رسد. اگر این سخن دروغ باشد مرگ کافر نصیب می گردد. برای مسلمانان بگویید که 5 وقت نماز بخواند، روزه بگیرند، زکات بدهند، هر مسلمان 10 قطعه چاپ و تقسیم نماید، در ظرف 14 روز خوشحالی نصیب وی می گردد. در بیفکری یک شخص وصیت نامه را دروغ دانست، فرزندش فوت کرد و اگر کسی وصیت نامه را چاپ و تقسیم نکرد یک ضرر می بیند. یک کسی دیگر گفت وصیت نامه دروغ است، از همان شب فوت کرد. این وصیت نامه را به بسیار احترام و ادب تقسیم نمایید. باید مسلمانان محترم رجوع کنید به دین اسلام و قرآن و فکر آخرت خود باشید. عذاب قبر خیلی سخت است. این وصیت نامه به تاریخ 1396 ده حمل بر ما رسید. خداوند پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند. ترتیب دهنده حیات الله دردمند، ولایت فاریا، ولسوالی گرزوان. هر برادری که صدای ما را میشنود لطفاً به بسیار 10 نفر به 100ها نفر برساند صدای ما را که پیام مبارک را به ما رسیده و ما برای جمله برادران عزیز تقدیم کردم و شما به جمله دوستا عزیزانتان تقدیم کنید که آخرت نزدیک شده. السلام علیکم و رحمت الله.